برای گفتگوی بیشتر در مورد همراه میشیم با خسرو اصفهانی، خبرنگار و پژوهشگر حقوق بشر که اینجا در استودیو با ما همراه شدن. آقای اصفهانی خیلی خوش اومدید. در روزها هفته های اخیر ما شاهد فشار فزاینده از سوی حکومت بر خانواده های دادخواه بودیم. این فشارها رو چطور میبینید و فکر میکنید حکومت با اعمال این فشارها به دنبال چه است؟ با نزدیک شدن به سالگرد قتل جینا ما شاهد این بودیم که روز به روز تعداد بیشتری از خانواده‌های دادخواه، فعالین مدنی، خبرنگارها، هر کسی که در عرصه اجتماع صدایی داره رو حکومت هدف بازداشت و تهدید و آزار قرار داده، با این امید که بتونه صدای دادخواهی اونها رو در کشور خفه کنه. سبوعیت و وقاحت رژیم توی این دوره به جایی رسیده که پسر رو کشتن، محمد مهدی کرمی کومار رو کشتن، بعد پدرش رو به جرم دادخواهی بازداشت کردن، ولی داستان به همینجا ختم نشده. پدر رو دقیقاً در زندانی نگه داشتن که پسرش حبس بوده. این نوع وقاحت، این سطح ظلم در طول تاریخ کم نظیره. در روزهایی که منتهی شد به سالگرد قتل جینا، ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی توپ و تانک و نفربر فرستاد به سرتاسر کردستان از وحشت اینکه شاید مردم دوباره به خیابون‌ها بیان. پاسخ مردم ایران ولی این بود که مردم در بلوچستان به خیابون رفتن و پلاکارد دست گرفتن که کردستان تنها نیست، بلوچستان در کنارشه. روز به روز با تمام این فشارها می‌بینیم که مردم در داخل ایران از پا ننشستن. خبرنگار رو بازداشت می‌کنن، حبسش می‌کنن، مورد تعرض جنسی قرارش میدن. وقتی میاد بیرون صداش خفه نمیشه، همچنان حرف میزنه، ولی حرفی که میزنه از افتادگی میاد که در پیشگاه ملتش داره برای آزادی و فردای ایران تلاش میکنه. بله آقای اصفهانی، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، در یک سال گذشته ما شاهد بودیم که خانواده‌های دادخواه از سوی حکومت به انواع مختلف تحت فشار بودن، شماری بازدار شدن، شماری بارها احضار شدن و این فشارها همچنان هم ادامه داره. اما می‌بینیم که خانواده‌های دادخواه به دادخواهی خودشون همچنان ادامه میدن. این واکنش رو شما چه می‌بینید در برابر فشارهای حکومت و فکر می‌کنید این به این معنا نیست که فشارهای حکومت نتیجه‌ای که به دنبالش بوده رو نداشته؟ ببینید، مسئله اینه که جمهوری اسلامی 40 ساله بر یک تختی نشسته که برساخته از ظلم مضاعفه، برساخته از سرکوب اراده ملت برای آزادی و زندگیه. پایه های این حکومت بر ترس بنا شده، ولی توی این یک سال اخیر به ویژه ما شاهد این بودیم که ملت در کنار هم قرار گرفته، ترس رو پس زده و روز به روز مقاومتش جدیتر داره میشه. بله، در سالگرد جینا ما اون جمعیت عظیمی که ماهای قبل در خیابونها میدیدیم ندیدیم، ولی دلیلش این بود که توپ و تانک و مسلسل حاکمیت در خیابونها حضور داشت. جمهوری اسلامی میدونه که اگر ذره‌ای قدمی عقب بشینه این ملت کنارش خواهند زد و برای همین هر گونه اراده‌ای برای تغییر رو داره سرکوب میکنه و به خوبی میدونه مردمی که چیزی جز زنجیرهاشون برای از دست دادن ندارن از پا نمیشینن تا زمانی که آزادی که لایقش هستن رو به دست بیارن. و خانواده های دادخواه، خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، میداندار این مبارزه بودن از روز اول. همون جور که مادر پژمان قلی‌پور گفت، جمهوری اسلامی با آبان خونین تموم شد. قتل حکومتی جینا تلیعه اون تغییری بود که مردم 40 سال منتظرش بودن.